بنام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را نیز با دوستان خود شریک سازید. مشاور سابق ترامپ بیل گیت ویروس کرونا را ساخته است. مشاور سابق دونالد ترامپ میگوید که بیل گیت شاید این پنادومی را به وجود آورده است تا طرح خودش را برای وصل کردن میکروچپ به همه انسان‌های زمین عملی کند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از نیویورک پست، راجر استون مشاور سابق دونالد ترامپ در یک برنامه رادیو از ایالات فلوریدا مدعی شد. بیل گیتس و همکاران او می توانند پشت قضیه گسترش ویروس کرونا در جهان باشند. او گفت آنها شاید این پنادومی را به وجود آوردند تا طرح خودشان را برای وصل کردن میکروچپ به همه انسان‌های زمین عملی کنند. او در عین حال تاکید کرد به هیچ وجه حاضر نخواهد شد به بهانه مبارزه با کرونا ویروس و کنترل وضعیت بدن میکروچپ به او وصل شود. میکروچپ یک تراشه کوچک کامپیوتری است در اندازه یک دانه برنج که با ترزیق زیر پوست جانداران حرکت و وضعیت جسمانی آنها را کنترل می کند. این مشاور سابق ترامپ که در فوریه سال جاری میلادی به اتهام ارائه شهادت دروغ در کنگره درباره انتخابات ریاست جمهوری 2016 به 40 ماه زندان محکوم شده بود گفت این که آیا بیل گیتس نقش در این پنادومی جهانی داشته یا نه هنوز محل بحث است. من دوستان محافظه کاری دارم که میگویند این اتهام مسخره است و دیگران هم میگویند قطعا بیل گیتس در این پنادومی نقش داشته است. گفتنی از بیل گیتس در سال 2015 در جریان یک سخنرانی درباره گسترش یک ویروس در سطح جهان هشدار داده و گفته بود تنها عاملی که طی دهه آتی میتواند به مرگ میلیون ها انسان در جهان بیانجامد گسترش یک ویروس مرگبار میتواند باشد. طبق گزارش ها شمار مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان از 2 میلیون نفر گذشته است و تعداد جان باختگان نیز به بیش از 126 هزار نفر افزایش یافته است. ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر 2019 در ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان زاتلریه نام برده می شد. اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 30 دسامبر 2019 به صورت رسمی گسترش این ویروس را در چین اعلام کرد. وزیر صحت در صورت بی‌پروایی ویروس کرونا به خانه های مردم سرایت خواهد کرد. تا کنون 784 رویداد مثبت کرونا در کشور ثبت شدند که بیشتر آنان در ولایت های هرات و کابل هستند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه با ابراز نگرانی از گسترش ویروس کرونا هشدار می‌دهد که اگر مردم در برابر توصیه های بهداشتی بی‌پروایی نشان دهند این ویروس به خانه های آنان سرایت خواهد کرد. آقای فیروز که به روز چهارشنبه 27 عمل برای پاسخگویی به پرسش های اعضای مجلس نمایندگان به این مجلس رفته بود تاکید کرد که بیماری شمار از بیماران مشکوک کووید 19 به علت مراجعه نکردن آنان به مراکز بهداشتی تشخیص نمی شود. او افزود فریاد می زنم، خواهش می کنم، زاری می کنم در خانه هایتان بمانید. توصیه های وزارت صحت آنها را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید. وزیر صحت عامه اعضای مجلس نمایندگان را نیز به علت بی‌پروایی در برابر مبتلا شدن به ویروس کرونا انتقاد کرد. عدم توجه و عدم شنیدن پیام های وزارت صحت عامه توسط وکلای محترم سبب خرابی ملک است. وحید عمر مشاور رئیس جمهور غنی نیز که همراه با وزیر صحت به مجلس رفته بود گفت که تاکنون 3.5 میلیارد افغانی برای مبارزه با کووید 19 اختصاص یافته است و به زودی چندین میلیارد افغانی دیگر نیز برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص خواهد یافت. در همین حال شمار از نمایندگان مجلس خواهان تلاش بیشتر حکومت به ویژه وزارت صحت برای مبارزه با ویروس کرونا شدند. صادق قادری عضو مجلس نمایندگان گفت همین مسئولینی را که خواستید باید از همین ها سوال شود که آیا صرف بر روی کاغذ مردم را به قرنطین توصیه میکنید؟ مردم نان برای خوردن ندارند. وزیر صحت عامه در این نشست از آغاز کار 25 گروه ثابت و سیار این وزارت در کابل خبر داد و گفت که قرار است برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا در حدود 100 هزار بستر آماده شوند. تا کنون 784 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند
که بیشترین آن در ولایت‌های هرات و کابل هستند، 26 تن هم در اثر بیماری جان باختند و 43 تن هم صحتیاب شدند. کرونا، سناریوهای روزهای بحران و دست بسته سکتور صحت. روزنامه 8 صبح. دامنه ویروس کرونا به بیش از 32 ولایت رسیده و این گسترش نگرانی مقام‌های حکومتی را نیز برانگیخته است. مقام‌های مسئول حکومتی هشدار می‌دهند در صورتی که اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد، محتمل است که نزدیک به 80% شهروندان به ویروس کووید 19 مبتلا شوند. از این میان ممکن است که در حدود 700 هزار تن به درمان داخل شفاخانه و نزدیک به 223 هزار تن دیگر به مراقبت‌های جدی نیاز پیدا کنند. و از این میان ممکن است که 110 هزار تن در اثر مصاب شدن به ویروس کووید 19 جان بدهند. در همین حال مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که این وزارت هر چند ادارات، مکاتب و دانشگاه ها را برای درمان بیماران در نظر گرفته است، اما ظرفیت پذیرش 23 هزار بیمار را در بخش مراقبت ویژه ندارد. این در حالی است که ویروس کرونا در حال افزایش است و تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 50 تن به این ویروس مبتلا شدند. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت بر اساس پیشبینی ها ممکن است که 80% شهروندان که 16 میلیون می شوند به ویروس کووید 19 مبتلا شوند و از این میان 700 هزار تن به تداوی در داخل شفاخانه نیاز پیدا کنند. او گفت که از این جمله نزدیک به 223 هزار تن به مراقبت های جدی نیاز پیدا خواهند کرد و نزدیک به 110 هزار تن دیگر در اثر مبتلا شدن به این ویروس جان خواهند داد. با این حال سخنگوی وزارت صحت عامه خاطر نشان کرد که این وزارت ظرفیت پذیرش این تعداد مریض را در شفاخانه ها ندارد. او تصریح کرد که هر چند در حالت اضطرار وزارت صحت عامه تمامی مکاتب، ادارات دولتی، دانشگاه ها و شفاخانه ها را برای مراقبت از بیماران کووید 19 در نظر گرفته، اما در بخش مراقبت های جدی توانایی پذیرش 223 هزار تن را ندارد. او بیان کرد که حتی کشورهای پیشرفته دنیا مانند آمریکا هم توانایی پذیرش این تعداد بیمار را در بخش‌های مراقبت‌های جدی ندارند. سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان از آن کرد که وزارت صحت عامه در ولایت کابل قصر دارالامان که ظرفیت 300 بستر را دارد، لیسه عالی حبیبیه، لیلیه دانشگاه پلی‌تکنیک و لیلیه دانشگاه کابل را برای بیماران کووید 19 در نظر گرفته است. هرچند او در مورد ظرفیت این مکان ها چیز نگفت، اما بیان داشت که کارهای مقدماتیان شروع شده و در صورت افزایش بیماران کووید 19 این مکان ها برای قرنطینه افراد استفاده خواهد شد. افزون بر این آقای مایار افزود که در ولایات نیز به قدر کافی جای برای بیماران مبتلا به این ویروس در نظر گرفته شده است. او گفت در ولایت که تراکم نفوذ بیشتر است، شفاخانه ها و مکان های بیشتری برای افراد مبتلا به ویروس کووید 19 اختصاص داده شده است. مایار به عنوان مثال بیان داشت که در ولایت هرات برای مراقبت از بیماران مبتلا به ویروس کرونا 500 بستر در نظر گرفته شده و قرار است که ظرفیت آن در این ولایت به 700 بستر افزایش یابد. این در حالی است که میزان مبتلایان به ویروس کووید 19 هر روز افزایش می‌یابد. بر اساس آماری که دیروز وزارت صحت عامه اعلام کرد، تا کنون 714 تن به این ویروس مبتلا شدند که هرات و کابل با داشتن بیشترین آمار در رده‌های اول و دوم قرار دارند. ولایت غربی هرات با داشتن 284 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در صدر و کابل با داشتن 178 تن در جایگاه دوم قرار گرفته است. به همین ترتیب در ولایت قندهار 90 مورد، در ولایت بلخ 27 مورد، در نیمروز 33 مورد، غزنی و پکتیا هر کدام 10 مورد، هلمند 9 مورد، در لوگر 8 مورد، دایکندی، ننگرهار و ذخار هر کدام 7 مورد، در سمنگان 6 مورد، در بامیان 5 مورد، بغلان 4 مورد، فاریاب، زابل، غور، کندوز، بادغیس هر کدام 3 مورد، در میدان وردگ و کاپیسا هر کدام 2 مورد، در پروان، بدخشان، سرپل و پکتیا هر کدام 1 مورد ابتلا به کرونا ثبت شده است. از مجموع 714 تن مبتلا به ویروس کرونا بیش از 43 تن بهبود یافته است و بیش از 23 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. با این همه سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که این وزارت به قدر کافی برای مراقبت است. بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 تیم صحیح در اختیار دارد. مایار بیان داشت که وزارت صحت عامه به تازگی تعداد زیاد دکتر، پرستار و راننده را در تمامی ولایت‌ها استخدام کرده و آموزش داده است.
او گفت که این تیم های صحی به منظور مراقبت از بیماران مبتلا به ویروس کرونا استخدام شدند و وزارت صحت عامه در این بخش با مشکل مواجه نیست. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدیو دیگر، بدرود.